درست سوالان مشه مراشای الاد یعقوب این روی آدم شیسورین با این حالا یه فشفش به محصا اگه میره انسان که یسوریم داره سراغش میاد اعمالش رو بررسی بکنه. کافی نیست برای کسی که دچار گرفتاری و مشکل شده که موقعی که سخت و مشکل سراغش اومده تشخیص بده که این اتفاقی نیست، بلکه از جانب هشمت بارخ بوده که این براش واقع شده. به کهشت یه یسر ایشت بنو کاخ از اونهای لوی خواهم یسره کاخ که همونتون که پاسخ میفرماد همونتون که پدری فرزند خودش رو ادب میکنه، خدای خالق تو هم تو رو تأدیب و ادب میکنه، بلکه بعد ببینه در این سختیه در واقع یک صدا زدن مشخص و با نیت خاص از جانب خداوند به سوی او برای که بررسی بکنه اعمالش رو و اصلاح بکنه راه روشش رو تا اینکه برگرده به توبه کامل به درگاه هشم یتبارخ. و قبلا در این مورد توضیح داده ربن و یونا که میاره این گفتار رو در راه و روش اول تشوا، نگاه کن شهر تشوا شهر بیت بیت و این گفتارش دیگه موقعی که سختی و مشکلی سراغ فردی میاد توجه بکنه و بگه این نیست مگر ناشی از راه و روشش و اعمالش که انجام داده و خطاهاش عامل این سختی و یسودی برای او شدن و برگرد رو تشبه کنه به سوی هشم تا مورد رحمت واقع بشه. و در انتهای گفتارش اونجا باز ربین یونا نوشته اگر فرد تشخیص نمیده از اعمالش و نمیدونه که وجود داره در دستش گناه بردی که قصور کرده، خطا کرده، کوتاهی کرده، به عهده او هست که تفحص بکنه، بررسی بکنه اعمالش رو، کنجکاوی بکنه در راه روشش، مثل موضوع که گفته شده در اخا گیمل مم نه پسا دراخنو و نه گورا و ناشوادش الشه، تجسس بکنیم راه و روشمون رو و بررسی بکنیم و برگردیم تا خدا، به سوی خدا. تا اینجا گفتار ربینو یوناس و امنیت بارر زود. و اگر واضح شد این موضوع برای انسان به وضوع کامل بدون هیچ گونه شکی اصلا، اونقدر که سختی خود به خود از بین میره و آدم برمیگرده به موقعیت مستحکم خودش. یه نمونه زیبا در این مورد که رخ داده با آگاهان آگادور بی آرون کوتلر زغزر راخا که یک بار بیمار شد و دیده شدن در او علائم بیماری زردی که حالا سفیدی های چشم زرد و پوست به این شکل معمولا نشونده هپاتیت یا بیماری دیگه است، که طبیعت این بیماری که حالا اگه هپاتیت و ویروسی هم باشه چند هفته طول میکشه تا اینکه بهبودی پیدا کنه. و چه بسیار عجیب بود که موقعی که روشه شیوا دوباره در بتمیداش پیدا شد بعد از چند روز و دیگه هیچ علائمی و اثری از بیماری درش وجود نداشت و مثل این که اصلا چنین علائمی نبوده، بیمار نشده بوده. و مشخص شد که فوراً با پیدا شدن علائم بیماری حالا اومده و حشم و نفش چه خودش نشسته حساب کتاب کرده چرا بعد چنین بیماری برای او پیش بیا. و یادش اومده که یه مدت زمان کوتاهی قبل از این یکی از شاگردای شیوا بیمار شده بوده و همین بیماری هپاتیت گرفته بوده و به خاطر خطر سرایت این بیماری که احتمال است که مصری حالا بحث به نوع هپاتیتش از فردی به فرد دیگه انتقال پیدا بکنه امتناع کرده بوده هارا از اینکه به ملاقات اون شاگردش بره. و با وجود که اون شاگرد خودش درک کرده بوده که چرا هارا نیومده به دیدنش، با تمام اینها
یه مقدار دلخور و ناراحت شده بوده به خاطر که مجبور بوده به هر حال تک و تنها بشینه، همه ازش دوری میکردن. در از جامعه صفحاتی که مصورا میگرفته میخوصونه معنی مشابه دور از سایر افراد باشه که همه ازش دوری میکنن. و حالا رب اهرون باقی که متوجه شده بودین که دلیل بیماریش به این خاطر هست، به خاطر اینکه شاگردش ازش رنجور شده، ناراحت شده، فوراً به دیدار اون شاگردش رفته و با او صحبت کرد و یه ساعتی تا اینکه کاملا از همه قلب رابشو میلا کرده بود که هیچ دلخوری ندارم و فوراً همه اون علائم از بین رفته بود. و زو پورانوش یش لا احریت و این نمونه از اون عقوبت هاییست که عاقبت خیلی داره، تا که بعد که فقط بررسی کرده رفتارشو و تشوها کرده خود به خود پاک شده و دیگه بدهی هم برای اون دنیا باقی نمیمونه، نتیجه خیر داشته. کل سارا شلو تابو لازه اولا تخلیتا و احریتا، هر مشکلی که نیاد برای این برای تو این دنیا به اون هدفش عاقبتش که اون در واقع فکر کردن، تشوها کردن، تصحیح اعمال و رفتاره، در واقع اون یه سورمه به هدفش نرسیده. اول که فرد فکر میکنه، تشوها میکنه، پورانه تو بوده که عاقبت داشته، نتیجه خیر داشته، به هدفش رسیده. و کسانی که دقت میکنن و درک میکنن برای که بفهمن راه و روش عشم رو در این دنیاش و زندگی نمیکنن برای که آدم به بیخیالی تهی بکنه، چشموشی بکنه، استیادت میدونن که تشخیص بدن که هر چیزی که رخ میده در واقع یه آلارمی، یه تلنگری از جانب خداست که صدا میزنه اونها رو که یه جای کار داره میلنگه، حواست باشه. یه پندی از جانب هشمه و همونطور که قبلا گفتیم از قول شنو ملخ موسر هشم بینی التیم هست، پند خدا رو ای فرزندم خواهر نشمار، منفو نشمار. و فوراً اونا بررسی میکنن اون مورد کج شده رو و اصلاح میکنن و به این وسیله خود به خود سختی از بین میره. دیدین امروزه خیلی از دستگاه ها یا ماشین ها خودش یه سیستم اطلاعی داره، هر موقع که مثلا یه مشکلی پیش اومده یه چراغی روشن میشه، یه آلارمی میزنه، نشوننده که یه جای سیستم اختلال داره. حالا بعضی وقتا خیلی دقیقتر حتی مشخص هم میکنه که فلان قسمت دستگاه مشکل داره. لحویل اشم هم این سیستم آلارم رو بسیار پورانود قرار داده سختی ها مشکلات و اینکه اختصاصی هم هست. اون پورانوته متناسب با نوع اشتباهیست که انسان انجام داده که بعد که آدم بیاد خودش فکر کنه میدا که نگه میدا، یا باید ناوی باشه با آدم کمک کنه، یا صدمه بزرگی رو عقودش داشته باشه، یا خود آدمه که میتونه اینو پیدا کنه. دیگران شاید به این راحتی نتونن اون رو راهنمایی بکنن، اما خودش که میدونه بعد که کلاه خودش رو قاضی میکنه میسنجه میتونه به نتیجه درست برسه و به این وسیله با تشوهایی که میکنه خود به خود دیگه نیازی به وجود اون پورانوت نیست.